بامیان، قلب آرام افغانستان. خانه بودا امن است و سرشار از هنر. بامیان شهر کوچکی که مردمان بسیار آرام اما باورمند به علم و فرهنگ را در دلش پرورش میده. این شهر که به نام شهر خلاق هم یاد میشه، با داشتن همین مجسمه ها به خود شهرت جهانی داده است. بامیان شهر فرهنگ و هنر، بامیان شهر زیبا چون گوهر. بامیان یا همان بامیکای تاریخی، شهری است در قلب افغانستان. مردمانش بدون هیچ گونه هراس از تهدیدهای هراس افغانی نفس راحت می کشند. بامیان شهر پر از رنگ ها بود. فعلا طرف قطع خاص است. ما میرم قطع خاص ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که صحت و عافیت باشین. اینجا داخل شهر بامیان است. این ولایت امن با 8 ولایت ناامن همسایه است. راه‌های رسیدن به بامیان در دره غوربند پروان، تاله و برفک بغلان، میدان وردک، غزنی، غور، دایکندی و روداب سمنگان و سرپل هر از گاه با تهدید روبروست. گاهی دشمن از مرزهای تاله و برفک، از نقاط بسیار دور، کوههای بسیار بلند هستند که بالای نیروهای امنیتی که در مسیر سرک و یک سرک به عرض 3 متر یا 2 متر که تنها یک موتر جای میشه در حرکت هستند و او اثر کوه انداختای پراگنده خود میکنند. ما تنها تعدید ما در بامیان امی است. از این جغرافیا 1400 پلیس ملی و 160 پلیس قطعه ویژه محافظت میکنند. معلوم است که جانفشانی نیروی امنیتی است که تلاش های شبانوزی شان جدیت و قاطعیت نشان میده که امنیت در سراسر از این ولایت حاکم است. گام برداشتن در دامنکوه های بابا و هندوکش است عجیبی دارد. شهر جای بخاری زندگیست. هرچند که هوا بسیار سرد هم باشه. بیشترین کامیابی ما همی است که مردم هم مخالفین هم نمیخواه. اما قدری که مثلا نیروهای امنیتیشان در مقابل مخالفین استاده است، مردم هم به امو اندازه مخالف هستن، امرایشان نمیخواهند. هرچند بامیانی ها میتوانند در فضای امن نفس بکشند، اما گاه گاه از مرز همسایه هایش تهدید میشوند. گاه گاه ما از نور مرزی ها که با ولسوالی ما مرز دارن، تهدیدات مخالفین مسلح را ما شاهد هستیم. این سال هم چندین بار حملات گسترده و تهاجمی را بالای نیروی امنیتی و ولسوالی کمرد و مخصوصا معدن زغالستان که تلاش دارند طالبان مسلح یا معدن زغالستان را در اختیار بگیرند تا یکی از منابع تمویلشان باشد. و نظامی پوشانش هم چنین است. ماموریت دشوار برای تامین امنیت ندارند. اما هر از گاهی در گوشه از مرزشان به یاری دیگر نیروها می روند. خازی داشتیم. شبیه این روز تمام خوابگاه سربازانی هستند که از جنگ نفسگیر غزنی برگشتند. ظاهرا جنگ خسته کننده ای را سپری کردند. کتاب می خوانند و قصه می کنند و می خندند. خوشا قلبی که در یاد تو باشد، خوشا عمری که برباد تو باشد. تو شیرینی، تو شیرین بدون شرط در محبت. خوشا مردی که فرهاد تو باشد. اما حکایت های تلخ و شیرین از میدان های نبرد با خودشان دارند. سخت ترین خاطره ای است که من بسیار یک دوست خوبی داشتم
به نام عین الدین یک دوست ما بود که همیشه هم سنگر ما بود و او را عزیز دادیم. دیگه تخت این سختی روز اون بود غزنی دمی جنگ آخر یا دمی جنگ آخر بله. خاطره خوش خو سر تا سر خاطره خوش است، به خاطر به وطن خود خدمت میکنیم، به مردم خود خدمت میکنیم. عسکری هر لحظه با دوست هستیم، خاطره خوشه. و خاطره ای که شما را آزار میتنیشه؟ خاطره بعد همی است که هر وقت خودم زخمی شدیم قبلا در قندار یک بار دیگه دوستا کم رو بودن شهید شدم، همین خاطره بعدش است. در جغرافیای پیچیده و کوهستانی بامیان ضرورت بر وجود نیروهای ارتش نشده است. یعنی در این ولایت هیچ نیروی ارتش ماموریت ندارد، زیرا شعله نبردی که برخی از ولایت‌های افغانستان را می‌سوزاند در اینجا خاموش است. بامیان از هر چه گویم بهتری اما امنیت چه تحفه به خانه بودا داده است. بامیان با آسمان روشن چتری شده برای مردمان فقیران. اگر مثال گفت دولت چقدر آمادگی هم داشته باشه، اگر مردم خوب نباشه هیچ وقت امنیت تامین نمیشه، گرفتن نمیشه. چون مردم خوب است امنیت گپ سر مردم است. اینجا مردم که کلش است که امنیت کد نیروهای امنیتی خود هم کار هستند. صف طولانی از رایدهنده ها را میبینیم که گفته میشه 3000 رایدهنده در این مرکز ثبت. حضور پرشور در انتخابات، صف عظیم مردان و زنان که میخواهند برای رهایی از بند مشقت تصمیم بگیرند. کسی که داده که موگه که ما چیز میکنم، امی مشکلات چی ما را حل میکنم، تمام چی شما در درد میخورم، در درد میخوره خانه میخوره دیگه، برای خدا یک معلوم دیگه، در خدا خودش معلوم، در زبان که ما رو گفته. زنان بخشی از نقاشان زندگی بامیانی ها هن، بازارچه پرزرق و برقی دارن، کار میکنن، هنرشان را به نمایش میگذارن. حالا دیگه این هنر تا حدی جا افتاده که سیاحان داخلی و خارجی مشتری همین بازارچه شدند. دستبافهای نرم و ظریف از خلاقیت زنان بامیان است. کلاه هزارگی است، گرافدوزی است، دیگه اینی کفشای دستدوزی است، این پایبردوزی اول دستدوزی میشه، باز اینا رو ما قالب میزنیم. قیمت از اینا چند؟ قیمت از این 300 افغانی است. دیکای برگ است که قیمت ترین جنس بامیان همی است. چند است همین؟ یا یک مترش میه 1500 در متر است. باز یا هستن دیگه دسترخانه است که یارم خانما بر ما میبافن. دختران بامیان در این اواخر سنت شکنی های زیادی کردند. شمامه و سلسال روزها گواه دوچرخسواری این دختران است. پس
از جون گفتی چی میکن بایسکل دوانی رو ای داینا بدر نمخوره فقط از درس ها میلا نه هم درس ها پیش مبرم هم بایسکل دوانی چی فرق داره باید پلی درس یک ورزش دیگر هم کنم گفتم مشوق اصلی من همه فامیلم بودن وقتی که همه مردم بامیان پلی هم وایساده بودن که دخترها حق بایسکل سواری نداره یا اینا سوزا نشکنی میکنن اما باز هم فامیل من با این نمیدنم ملاها و با مردم مخالفت کردن و اینا رو راضی کردن که دخترها میتونن بایسکل سواری کنن و میتونن اینا ورزشکار باشن یا میتونن قهرمان کشور باشن رو آوردن دختران به سینما آن هم در جامعه سنتی مانند بامیان کار ساده نیست. این دختر از دشواری ها در برابر حضورش در سینما حکایت می کند. من می خواهم با ظاهر شدن یا با کار کردن در سینما می خواهم چیزای نهفته یا چیزایی که دور افتاده است از دسترس مردم اونا رو بر مردم بیان میکنم مثلا بعضی مشکلات هایی که دارن بامیان بیمه هراس نک افغانستان ما شما میگیری که چی وضعیت است کلی مردم خواهی نمی چیزا باید تصویر کشیده شد جالب اینجاست که زیر نام بودای مردانه گروه موسیقی دخترانه فعالیت می کند. گروه سلسال در محافل ملی مختلف و میله های بهاری و زمستانی بامیان دست به کار می شوند و تارهای دنبوره شان را به صدا می آورند. این مردم بیشترینه از راه کشاورزی و مالداری امرار معیشت میکنند. بازی علف در خشک پیدا میشه ای سیر میکنن اینا؟ علی و پسرش را در دامنکوهای هندوکاش و بابا در حالی که گوسفندانش را میچران پیدا کردند. اینا آدم نابلد را ببینن میترسن ها؟ تحصیلان کردین درسان نه او زندگی در دامنه های امن کوه را به زندگی در شهر کابل ترجیح میده میگوید که خشکسالی امسال به او زیان رساند و از گوسفندانش قربانی گرفت در شهرم اگرچه خوب است باز که رفتیم دیدیم بعضی جای باز یالی که فکر میکنیم خوب همی گسپنداریم همی شعر هم خوب است دیگه همی لطف خدا شای یک باران و برف باشه از شعر چه هم خوب است همی گسپنداری خیلی نعمت خدای می مگه سری کتالی شبر چنگ و غباره که ما ترا قطار کچالو باره یک دو کنم باران نباره
جایی که بیش از هر ولایتی دیگر افغانستان در آن کچالو کشت می شود. بامیان سرزمین کچالو است. کاکا نوروز علی خوشحال است که امسال کچالوی بیشتری از زمینهایش برداشته است. میگه کچالو خان کچالو، قطیق نان کچالو، عذر میمون کچالو، قلای ملان پالو دا پالو، سموی ملان پوری کچالو. اول همی ملان رانده بوده با؟ این تو سخانه دیگه، ایرادر این مو قدرمی کچالو بسا بلا چه فهمیدی؟ این دا منطقه ما کچالو میشه، سیب، زردالو، آلوچه، پیاز، کموتوم دیگه، گندنه، یعنی گندوم، یعنی چیزا میشه. زحمت ازی به خاطر ازی زیاده که بعضی سالا که بایش تا 130 و 140 بالا مره خوب از 100 پایین دیگه ای توانه به خاطر زحمت زیاد داره. بامیان متفاوتر از بعضی ولایت های دیگر افغانستان آب بسیار کافی دارد. شاید همین آب های سرشار باشه که زمین های کشاورزان سبز است و حاصلات خوبی را برمی دارند. بامیانی ها هر سال خزان کلوخی می کنند. و این رسم گونه ای انجام می شود که نخست باید مکان قلبه شده باشد یا دارای بیشتر کلوخ. کلوخ ها را یک بالای دیگر می گذارند و تا محل کلوخی شکل گنبد را به خود بگیرد و بعد آتش را به مدت 30 تا 50 دقیقه روشن می مانند تا کلوخ هایی که آتش در داخلش روشن است داغ گردیده و بعد کچالوها را داخل انداخته و همه کلوخ ها را با بیل یا کدام وسیله دیگر خرد می کنند تا کچالوها در داخل کلوخ پنهان شود. به مدت 60 دقیقه الا آماده شدن کلوخی با ساز دنبوره به پذیرایی آن می نشینند. فامیل ها میشینن دوری از امون دکدانی که میخواید اونجا که چلو کلیخی بکنه و معمولا این پروگرام توسط میله های رفیقانه و دوستانه و فامیل ها اجرا میشه. بزکشی فرهنگ زنده در بامیان است. کاری از قمندان نگواد الله چرا الان گسله با دایره الان رسنید یک نمره. در فضای امن پیر و جوان تماشاگر این بازی می باشد. یعنی یک سپورت جوانی است. سرزی اینا لیم زیاد تر مردم تشویق میکنیم که اسب بخره بزکشی کنه. دیگه ولایت بامیان یک ولایت بسیاری امنیت آرامی دیگه کدام جای تشویش نیه. بعد از این که نمی جنگ ها شروع شد خو مقصد مردم اسبا رو گم کرد. تقریبا یک 6-7 سال 8 سال میشه که باز دانه بعضی ها اسب خریده و نمی بزکشی ده رام. تلاش کو بچا تلاش کو. یا الله شر لیرا یا الله شر لیرا. آفرین. یا الله ایدا چرا سری جورا مدی. سری جورا سی سری دایرا سی نمالی.
جایی که امنیت دارد، هوای خوب دارد، ارزانی است، هتل‌های شیک دارد و بازار زندگی که هیچ چیزی تهدیدش نمی‌کند. بند امیر یا پارک ملی افغانستان تفریحگاه بسیاری از افغانها و گردشگران خارجی است. بند امیر با عنوان پارک ملی افغانستان همساله در فصل تابستان و فصل بهار حضور بشماری از بازدیدکننده ها را از ولایت های مختلف شاید می باشد. اما حالا که هوا سرد شده و نزدیک به فصل زمستان است، تنها قایق ما در بین بند امیر یک تازی می کند. اکثرا داخلی می آیند و خارجی ها زمانی که زیاد تجمعات زیاد باشه اونا نمی آیند و اونا کوشش می کنند که سفرها و تورشان را زمانی برگزار کنند که بند امیر کم خلوت باشه تا بتانند و به راحتی اونا به سفر خود به تور خود ادامه بدن و از بند امیر لذت ببرن. اما در اوج تکامل بشری روز هنوز بر بخش‌های اینجا محرومیت حاکم است. هزاران مغاره در دل کوه‌ها که زمان عبادتگاه راهبان بودایی بوده و به مرور زمان پناهگاه کاروانیان جاده ابریشم شده، هنوز هم سرپناه خانواده های فقیر بامیان است. مغاره هایی که در حدود 1500 تا 2500 سال قدامت دارند. اینجا در دل یکی از مغاره ها زنان و دختران سواد خواندن و نوشتن یاد میگیرند. میگیرد لوازمی خیلی خوب شدن. اینا سواد خواندن نوشتن پیدا کردن. از جمله اینا در دو مسابقه شرکت کردن. اونجا نفر دوم سوم شدن که همراه کسای شرکت کردن که اونا دوم از اینا خیلی زیاد خوانده بودن. به خاطر همزه سواد یاد میگیریم که مثلا یک جوی بره یک آدرس یک تابلو یک چیز خوانده بتونیم راه خار پیدا بکنیم. بامیان ایستگاه افغانستان به حساب می رود اگر از زندان جغرافیایی بیرون براید. مناطق مرکزی از جغرافیای چه از زندان جغرافیایی بدون تردید که تا حد در بیرون می شود و وصل به ولایت شمالی کشور می شود. بامیان با داشتن 7 واحد اداری و داشتن 2500 متر فاصله از سطح بحر، زمستان بسیار سرد و برفی و تابستان معتدل دارد. همین که هوای بامیان سرد شد، ما هم این شهر را ترک کردیم. خیلی ها مشتاق سفر به بامیان هستند، اما کمتر کسی جرأت می کند که صد دل را یک دل کند و از این مسیرهای پرفراز و نشیب که روایت های بدی از آن دست به دست شده عبور کند.